ما در این قسمت شباهنگ شما رو به سالن توماس جفرسون در ویرجینیا میبریم، جایی که گروه نمایشی واشنگتن تئاتری با عنوان گدا علی رو روی صحنه برد. گدا علی اقتباسی است از نمایشنامه تشنه انتقام غلام حسین ساعدی، داستان نویس ایرانی که چند اثر او تبدیل به نمایش و فیلم شده، مثل فیلم گاو که بر اساس یکی از داستانهای ساعدی بود. با همین نمایش رو ببینیم. از رضای خدا به من پیرمرد کمک کنی. بیا تو پدر جان، بیا تو کمکت هم میکنی. بیا تو. بیام تو؟ آره بیا تو. به بار تو میه. یک شنبه 12 مهر گروه نمایش واشنگتن نمایشی با عنوان گدا علی رو در سالن تئاتر توماس جفرسون در ایالت ویرجینیا به روی صحنه برد. آبش در واقع بلرمه. خوبه. این تئاتر کمدی رو شاهین شکیبی کارگردانی کرد. کارگردان و بازیگر این کار پنجم منه، برای اینکه من رشته اصلیم کارگردانی نیست، من رشته اصلیم بازیگریه، حرفه اصلیم فرش هست، در کار فرش هستم، ولی من درسم رو در تئاتر خوندم و از زمانی که از ایران اومدم بیرون تئاتر یه جورایی از زندگیم رفت کنار زندگیم و شد هاویم به قول معروف، و به خاطر عشقم هر یکی دو سال یه بار فرصت پیدا کنم یه کاری رو دست میگیرم و سعی میکنم انجام بدم، هم برای دل خودم هم برای دل تئاتر دوستای منطقه واشنگتن که بیان و با هم یه عشقی با تئاتر بکنیم. فردا فردش هم میدفتن نور سر دیگه. گدا علی اقتباسی است از نمایشنامه تشنه انتقام دکتر غلام حسین ساعدی، داستان نویس معروف ایرانی. خیلی عاشق نوشته‌های ساعدی هم به خاطر همون که با یه زبون خیلی ساده حرف میزنه توی کاراش و درد جامعه همونو عنوان میکنه، خیلی زیرکانه. کارایی که ایشون نوشته کارایی که از 45 سال پیش به رشته تحریر در اومده و واقعا سوژه هایی که دکتر ساعدی توی نمایشنامه هاش انتخاب میکنه خیلی سوژه های مردمی و از بطن جامعه میاد. من مغازه دارم، نونوایی دارم، کلو کبابی دارم، بقالی دارم، تاجرم، کارمند دولتم، کارمند ملتم، رقاصم، هستم، کنم شده، دیگه خراب شده، چی کار دارم میکنم شبا؟ غلام حسین ساعدی که خیلی ها او را با نام گوهر مراد می شناسند، این داستان رو در سال 1351 نوشت. این نمایش سه بازیگر داشت: شاهین شکیبی، سانا زهبازی و آرمی. آزده بود اینجاش، دکمه سردشتی ها، تلام بود. من وقتی تو ایران بودم رشته فیلمسازی و کارگردانی خوندم، ولی خب وارد امریکا که شدم به خاطر مشغله کاری و به هر حال مشکلاتی که اینجا وجود داره فعلا توی فیلد نرسینگ هستم، ولی خب در کنارش تئاتر هم کار میکنم. این نمایش در واقع ورود یک گداست، گدای ایرانی به آمریکا که با چه مشکلاتی روبرو میشه و یه سری چالنجایی که بین خودش و افرادی که باشون آشنا میشه هستش، که خب حالا سه کاراکتر بیشتر نداره این داستان، که من توی این نمایش نقش یک نویسنده ای رو اجرا میکنم، بازی میکنم که در واقع با این گدا آشنا میشه. چه شما گدا علیه؟ اسم اصلی چیه؟ همون گدا علی دیگه، گدا علی بدبخت. خب حالا اون موقع که گدا نبودی اسمش چی؟ از همون اولش گدا علی بوده چه بوده؟ خب باشه گدا علی جان. شاهین شکیبی داستان تشنه انتقام رو بازنویسی کرد و اون نمایشنامه رو با جامعه امروز آمریکا تطبیق داد. من یه پیرمرد بدبخت و فلک زده ام خانم جون، تا وقتی تو ایران بودم نمبر 8 در آیله بودم. میتونه یه گوشزدی باشه برای تمام ما ایرانی‌ها که بالاخره حالا منم یه بخش کوچیکی از این جامعه هستم، به ما نشون بده که میتونیم خیلی قسمت‌های زندگیمون رو اصلاح کنیم، خیلی میتونیم به همدیگه کمک کنیم. خانم دو روز بعد خانمش اومد، تق 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 ماشین بلند اومد جلو، گفت گلالی شوهرم رفت ایران به جرم کلاهبرداری تو ایران گرفتنش، همسر منم بشته. آخی مرد بیچاره. خانم هاره میگی انقدر ناراحت شدم گفتم ای وای چیکار کنیم، حالا بپریم بالا پایین چیکار کنیم، به کی زنگ بزنیم کمک کنیم. گفتش که اولا به
به شما هیچ مربوط نیست، این مسائل خانوادگی ماست. دوباره شما فضولی نمی کنید تو زندگی خصوصی ما. مخاطب او ایرانیان خارج از کشور بودند. مخاطبانی از همه سنین در سالن نمایش دیده می شدند. حتی نوجوانانی که در آمریکا متولد شدند. همه نسلا می تونن از این کار یه درسایی بگیرن. برای اینکه گدا علی تو این نمایشنامه خیلی راجب دردای ما ایرانی ها که خیلی کم راجبش حرف می زنیم حرف می زنه. داشتی تا من سیگارم بیارم؟ خانم این جوانی سیگار رو میکشی؟ آره بابا یه دار زندگیه چی کار کنم؟ جدی؟ آره آخه میکشی؟ از ایناش که نه، اما اگه ته سیگاری چیزی تو خیابون پیدا کنیم حالا یه امتحان کن ببین خوشت میاد یا نه. شیرکان باشی بذار برای خندک بیارم. نه 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 بعدم میکشم انشالله با آتیش جهنم نسوزی. بله، گروه نمایشی واشنگتن قرار پاییز امسال نمایش خوشسالی و دروغ، این بار کاری از محمد یعقوبی رو در واشنگتن به روی صحنه ببره.